نرخ رشد جمعیت به کمتر از 0.7% رسیده که در طول تاریخ ایران بی سابقه است. صالح قاسمی، عضو قرارگاه جمعیت وزارت کشور، با بیان اینکه شاهد ثبت رکورد حداقلی در شاخص‌های جمعیت هستیم، گفت نرخ رشد جمعیت به کمتر از 0.7% رسیده که در طول تاریخ ایران بی سابقه است. و افزود توجه و عمل به قانون جمعیت به قانون جمعیت تکلیف ملی و دینی تمام جامعه است. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. صالح قاسمی، عضو قرارگاه جمعیت وزارت کشور ایران، با بیان اینکه متاسفانه چندین سال است که شاهد ثبت رکورد حداقلی در شاخص‌های جمعیت هستیم، ابراز کرد در سال‌های اخیر فرصت بیش از 500,000 تولد در کشور از دست رفته است و روند کاهش و نگران کننده همچنان تداوم دارد و سال به سال نرخ رشد جمعیت کشور کمتر می شود. وی با بیان اینکه اگر کاری انجام ندهیم و نخبگان و افراد تاثیرگذار ورود پیدا نکنند، چند سال طلایی را از دست می دهیم، عنوان کرد در حال حاضر توجه به قانون جمعیت و عمل به آن تکلیف ملی و دینی تمام آحاد جامعه است. آمارهای 10 ماهه سازمان ثبت احوال کشور ایران از تولد 893,786 نفر تا پایان دی ماه 1401 خبر می‌دهد که در مقایسه با تولد 9307,749 نفر در 10 ماهه مشابه سال گذشته کاهش 44,000 نفری را نشان می‌دهد. میزان تولدها در 9 ماه ابتدایی 1401 از میزان آن در مدت مشابه تمامی سالهای 1 دهه اخیر کمتر شده و به گفته کارشناسان این روند کاهشی در سال 1402 نیز ادامه خواهد داشت و اگر اقدام درستی صورت نگیرد، احتمال اینکه وارد چرخه تک فرزندی و بی فرزندی شویم بسیار بالاست. اتفاقی که در ژاپن رخ داده و دولت این کشور حالا با استفاده از سیاست‌های اجبار و جریمه در تلاش برای حل این بحران بزرگ است. چند روز پیش مشاور ارشد نخست وزیر ژاپن هشدار داد که اگر اقدامی برای مهار کندی نرخ زاد و ولد در این کشور انجام نشود، ژاپن ناپدید خواهد شد. کارشناسان معتقدند کاهش تعداد موالید طی 1 دهه گذشته با توجه به هرم سنی کشور، میانگین سن ازدواج و نیز میانگین زمان فرزندآوری جای نگرانی ندارد، اما تبدیل شدن آن به یک روال در سالهای آینده که احتمال آن نیز بالاست نگران کننده است، به طوری که حتی در اختیار گذاشتن خودرو، وام و تسهیلات مسکن در قالب قانون جوانی جمعیت هم نمیتواند مردم را به فرزندآوری تشویق کند. به عقیده جامعه شناسان و جمعیت شناسان، چند سالی است که دیگر مسائل اقتصادی علت اصلی کاهش تمایل به فرزندآوری در ایران نیست. ابراهیم نوروزی، روانشناس اجتماعی، میگوید برخلاف تصور عمومی جامعه که گمان می‌کنند مشکلات اقتصادی اصلی ترین و اولین مانع فرزندآوری است، پژوهش‌های بین‌المللی و ملی حاکی از آن است که اصلی ترین متغیر مؤثر در الگوی فرزندآوری خانواده‌ها سبک زندگی و نوع نگرش به خانواده است. وی ادامه می‌دهد اگرچه شرایط اقتصادی به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی جامعه در تصمیم به فرزندآوری مؤثر است، اما داده‌های آماری و شواهد عینی موجود نشان دهنده تعریف عمومی اکثریت مردم جامعه از زندگی مطلوب و خانواده ایده‌آل بوده که منتهی به الگوی فرزندآوری می‌شود و شرایط اقتصادی در حد ابزاری محسوس برای توجیه علت بی‌فرزندی و کم فرزندی است. این روانشناس اجتماعی تصریح می کند امروز جوانان ترجیح می دهند به تحصیل، پیشرفت و بهره‌وری شخصی خود از زندگی بپردازند
و کمتر وارد چرخه فرزندآوری شوند. در واقع رفاه و فعالیت‌های خود را به رشد فرزندان ترجیح می‌دهند. وی اضافه می‌کند بحران بی‌اعتمادی یکی از بحران‌های مهم جوامع امروز است. هرچند کشور ما در حوزه بی‌اعتمادی به مرز بحران نرسیده، اما طی سال‌های اخیر بی‌اعتمادی در جامعه زیاد شده و همین امر باعث شده است که افراد تمایلی برای فرزندآوری نداشته باشند، زیرا نمی‌دانند فردا آبستن چه حوادثی است. البته ذکر این نکته ضروری است که ضعف باورهای مذهبی در بی‌اعتمادی افراد نقش مهمی دارد. نوروزی تأکید می‌کند نباید فراموش کرد که در نسل جدید نسبت به نسل گذشته میزان وفاداری، گذشت و حتی بخشش تغییر کرده است. امروز شاهد هستیم که زوج جوان در مقوله فرزندآوری برخلاف پدر و مادر خود پیشرفت، ارتقای شغلی و راحتی خود را در نظر می‌گیرد و اگر فرزندآوری مغایر با این مؤلفه ها نباشد اقدام به آن می‌کند. این روانشناس اجتماعی اضافه می‌کند ریشه تغییر سبک زندگی که مصداق بارز آن نبود تمایل به فرزندآوری است را در همین فردگرایی می‌توان جستجو کرد. وقتی مبنای تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و راهبردهای افراد رفاه، لذت، راحت طلبی خود قرار می‌گیرد، بسیاری از مفاهیم و موضوعات کمرنگ می‌شود. علی اکبری، اخبار شیعه. سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی از لندن با ما هم هستند. آقای شریفی نژاد سلام، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما بخیر. به وقت که بیانیدون از این در خدمتون هستم. قربانش. آقای شریفی نژاد، دلیل عدم تمایل به فرزندآوری در میان جوانان ایرانی به نظر شما چیه؟ بفرمایید. ببینید، یک مؤلفه مهمترش که بغیر از مؤلفه بخش اقتصاد و مؤلفه های اقتصادی، مؤلفه های فرهنگی و تقارن اجتماعی است. یکی از مهمترین مؤلفه های این تقارن اجتماعی تفاوت بین آن چیزی است که جوانان در حوزه مثلا چون خانواده هاشون یه تعدادی مهاجرت کردن و دوستانی که مهاجرت کردن و سطح تفاوت فرهنگی که بین مهاجرت ها رخ داده و این سطح اختلاف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نگاه میکنن، برای همین دچار فروخفتگی اجتماعی شدن و این فروخفتگی اجتماعی باعث شده که جوانان به فرزند آوری از این لحاظ، از این دیدگاه خورده کمتر رو بیارن. یکی از مهمترین مؤلفه‌هاش همین تفاوت فرهنگی و همون تفاوتی که در بحث مدرنیسم مطرح هست. بله، آیا فقط مشکلات اقتصادی دلیل عمده عدم مایل برای فرزند، تمایل برای فرزندآوری از نظر شما محسوب میشه؟ بفرمایید. این در ایران، ببین، برخلاف آنچه که در میدل ایست هست، در ایران بله، مهمترین مؤلفه بغض مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی اقتصادی است. شما هزینه اولیه نگهداری کودک در ایران از هزینه سبد معیشت خانواده بسیار بالاتره. برای همین خانواده چطوری میتونه یک فرزند رو نگهداری بکنه؟ از هزینه اولیه مثل پوشک بگیرید، شیر خشکی که الان نایابه یا کمیابه ببینید، تا مؤلفه‌های دیگه مثل هزینه درمانی اون کودک یا هزینه واکسیناسیون اون کودک. واسه همین خانواده‌ها، برای همین مؤلفه‌های اقتصادی که الان ایران در رکود اقتصادی 70% به بالاست، به همین به نظرم جامعه فکر میکنن که کار عاقلانی نیست. برای همین که عاقلانه نیست، برای همین به فرزندآوری یکی از مؤلفه‌های اقتصادیش رو مبنای مهم قرار میدن. چه راهکارهایی برای تشویق جوانان به فرزندآوری و جلوگیری از کاهش جمعیت وجود داره؟ می‌بینید برخلاف آنچه که نظام حاکمیت در ایران مؤلفه‌های تشویقی گسترده‌ای رو قرار داده، بیشتر نگاهش رو آف معاونه است تا واقع گرایانه. اگه تمام مؤلفه‌هایی که به عنوان مؤلفه‌های تشویقی ارائه داده به خانواده‌ها برای فرزندآوری رو واقعا عملی بکنه، یه تغییراتی انجام میده. ولی بیشتر چون بحث شعاف و بحث تبلیغ، بیشتر تبلیغاتی تا عملی، برای همین به نظرم اتفاق خاصی نمیفته. اگه همون طرحی که گفتن اجرا بکنن، به نظرم پیشرفته انجام میشه، اگه انجام بده.
تشکر میکنم از شما. سید علی شریفی نژاد خبرنگار میدانی از لندن با ما همراه بودند.